به نام یاد خدا، آرزو دارم جور و صحتمند باشین. با ششمین جلسه HTML از چینل یوتیوب نیو افغانلند خوش آمدین. خوب عزیزان، ما و شما در جلسه پنجم با تگ لینک آشنا شدیم و تگ IMG را هم کار کردیم که چگونه میتونستیم به یک ایمیج یک عکس در وب پیج خود استفاده بکنیم. امروز عزیزان با تگ تیبل آشنا میشیم و در پالوی تگ تیبل که آشنا میشیم، تگ IMG یا ایمیج چطور میتونیم به حیث لینک استفاده بکنیم، ایره هم کار میکنیم. خب در قدم نخست من تکست ادیتور را باز میکنم. در این قسمت من میخواهیم امی عکس را که داشتم چی بکنم، به حیث یک لینک ازش استفاده بکنم. خب به خاطر این کار ما تگ IMG خود در بین تگ چی میگیریم؟ تگ لینک میگیریم که تگ لینک چی بود؟ با استفاده از تگ A به وجود میامد. داخل از یک لینک میتیم، مثلا لینک به کجا باشه؟ به خود گوگل باشه. با وبسایت گوگل لینکش میتیم. سیوش میکنیم. البته تگ ای خود باید این قسمت پس بند بکنیم. حال سیوش میکنیم. و پسوند .html. نامشون تغییر میدیم تیبل دات اشتیمل. شما بینین ما یه عکس داریم، اما زمانی که ماوز روش میاره میبینین علامه دست می، یعنی چی هست؟ این به لینک تبدیل شد. زمانی که با بالاش کلیک بکنم چی میکنه؟ این مرا اگر اینترنت داشته باشم بعد وبسایت گوگل راهنمایی میکنه. خب عزیزان، این هم از اینکه چطور میتونیم عکس من حیث لینک استفاده بکنیم. شما فقط میتونین تگ IMG تانه در بین تگ چی؟ تگ A قرار بدین و این من حیث یک لینک استفاده میشه و میتونین ازش در بعض جایا، در بعض وبسایت ها به این شکل ازش استفاده میکنن. عکس من حیث چی استفاده میکنن؟ من حیث لینک. اگر شما در صفحه دانلودش باز برین که بالاش کلیک میکنین، مستقیم شما را بالای صفحه دانلود میبره، باز میشه و میتونین عکس از جا دانلودش کنین. خب تگ دیگه که امروز ما کار میکنیم عزیزان، او تگ چی است؟ تگ تیبل هست. تگ تیبل با استفاده از خود تیبل به وجود میاد. شما ببینین ما تیبل به وجود آوریم. من برنامه پنتا باز میکنم. فقط ما تیبل به وجود آوریم به این شکل. تیبل ما به وجود آمد، اما تیبل ما نه رو داره و نه هم کالم. اینا رو بخواهیم کالم رو را به وجود بریم با استفاده از تگ های چی؟ TD و TR. ما چی میکنیم؟ کالم و رو را به وجود میاریم. خب در بین تگ تیبل ما اولین چیزی که قرار میتیم و تگ چی است؟ تگ TR است. تگ TR با ما چی میکنه؟ برای ما یک رو به وجود میاره. یک TR یک رو به وجود میاره. ما میخواهیم این تیبل ما 3 رو داشته باشه. یک TR دیگه هم، 2 رو و یک تیار دیگه هم. ما 3 رو در تیبل خود به وجود آوردیم، اما میخواهیم در هر روی ما چند داشته باشه؟ 3 کالم هم داشته باشه. شما ببینین یک رو، 2 رو یا 3 رو، اینا رو میخواهیم که هر روی ما چی داشته باشه؟ 3 کالم هم داشته باشه. یک کالم، دو کالم، سه کالم. به این شکل یک تیبل به وجود میاریم. خب میایم چی میکنیم؟ اول روهای خود به وجود آوردیم که یک رو، دو رو، سه رو. اینا در بین هر رو چی میکنیم؟ کالم های خود به وجود میاریم. کالم با استفاده از تگ TD به وجود میاریم. تگ TR که است
تیبل رو هست، اما تگ دیگه از تیبل کالم نیست، تیبل دیتا هست، یعنی دیتا اطلاعات یک تیبل در بینش قرار میگیره. خب ما تگ تی دی خود به وجود میارم، یک تی دی دیگه هم به وجود میارم، دو تی دی، یک یا هم سه تی دی. سه کالم دهی به وجود آوردم، سه کالم هم دهی به وجود میارم. میبخیم در بینش به وجود میاریم، در بین رو کالم به وجود میاریم. خب پیش میگیرم که آسان شد. سه کالم دهی به وجود آوردم و سه کالم هم دهی به وجود میارم. ما یک تیبل به وجود آوردیم که سه رو داره و چی؟ سه کالم داره، هر روش از خود سه کالم داره. خب اگر بخوایم این تیبل رو ببینیم، شما ببینید زمانی که من رفرش بکنم شما تیبل رو دیده نمیدانید. خب چرا دیده نمیدانیم؟ اولی که ما به تیبل خود چی ندادیم؟ باردر ندادیم، درست؟ دومی که زمانی که ما این تیبل به وجود آوردیم، زمانی که تیبل ما به وجود آوردیم باید چی داشته باشه؟ این محتویات داشته باشه. اگر ما برش باردر بتیم در قسمت تیبل، اتریبیوت چی رو داریم؟ باردر رو داریم. دیگه برای چی میدیم مثلا این باردر چقدر باشه؟ 3 پیکسل باشه. شما ببینین حالا که سیوش بکنم، یک تیبل به این شکل ما به وجود آوردیم، یک تیبل به این شکل به وجود آمد، اما داخلش هیچ محتویات نداره. این به شکل چی میمونه؟ به شکل ایت و فت تو کانتنت. تا زمانی که محتویات شما هر قدر باشه، همه قد تیبل ما چی میشه؟ بزرگ میشه. به شکل ایت و فت تو کانتنت چی هست؟ این دیفالت نمایش داده میشه. خب میخواییم چی باشه؟ داخل تیبل روی اول ما نیم باشه، نیم، دومش آدرس باشه و سیومش هم شماره تلفن باشه. خب نام نفر اول چی باشه؟ احمد باشه، آدرسش کابل باشه و شماره تلفنش هم یک چیز باشه. و می شکل تیبل دیگه ما نام علی باشه، نامش چی باشه؟ علی باشه، آدرسش کابل باشه، شماره تلفنش هم به این شکل مایی را به وجود دارد. زمانی که را سیف بکنیم شما ببینین به این شکل یک تیبل ما داریم، تیبل داریم که نامش چی است؟ نیم است، آدرس است، فون نمبر است. نیمش چی است؟ احمد است، کابل شماره تلفنش، علی است، کابل شماره تلفنش. اما شما ببینین که بین، فکر بکنین که هدر است، بین هدر و دیتای ما هیچ تفاوت وجود نداره. اما زمانی که میخواهیم یک تفاوت بین هدر و دیتای ما وجود داشته باشه، ما دیگه از تگ چی استفاده نمیکنیم، از تگ تی دی دی قسمت استفاده نمیکنیم، از تگ چی استفاده میکنیم؟ از تگ تی اچ. به خاطر چی؟ از هدر است، تیبل هدر برش میگن، به خاطر تیبل هدر ما از تگ چی استفاده میکنیم؟ تگ تی اچ. مثلا چی میگیم؟ نیم باشه، درست؟ میگیم آدرس باشه، آدرس و شماره تلفن. شما ببینید زمانی که ما از تگ تی اچ استفاده بکنیم این چی شد؟ تیبل هیدر هست، یعنی ما یک هیدر به چیز خود به تیبل خود دادیم. یعنی ببینید تفاوتش هم، یکی اینا بولد شدن و دیگه تفاوتی که اینا دارن با دیتای ما چی هستن؟ یا در مرکز قرار گرفتن. اگر شما متوجه شدید اینا چی شده؟ در مرکز قرار گرفته هیدر ما. فرض میکنیم سعی کنیم ما کابل افغانستان داریم، شماره تلفن هم زیاد میکنیم. فرض کنیم شماره تلفن ما به این شکل باشه، سیوش میکنیم. شما ببینید در این قسمت که در حقیقت این در مرکز قرار گرفته،
یعنی زمانی که از تیبل هیدر ما استفاده بکنیم چی میکنه؟ اینمی هیدرهای ما در مرکز قرار میگیره. این خیلی خوبتر است که تفاوت بین دیتا و هیدر ما باشه. خوب عزیزان، جلسه ما هم در این قسمت به پایان میرسه. تا جلسه بعد، خدا حافظ، نگهدارتان.